در ذیل این حدیث شریف منسوب به رسول اکرم خاتم الانبیاء، پیغمبر اکرم فرمود علی جان 600,000 دینار طلا میخوای یا 600,000 تودونه گوسفند میخوای یا 600,000 کلمه میخوای چیزی یادت بدم؟ آقا امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله من 600,000 کلمه میخوام چیزی یاد بگیرم. پیغمبر اکرم فرمود منم جمع میکنم 600,000 کلمه رو تو 6 کلمه، و این 6 کلمه مادر و ریشه 600,000 کلمه. اول علی جان وقتی دیدی مردم سرگرم فضائل و مناقب و نوافل و اعمال مستحبب و غیر واجب هستن، تو سرگرم فرائض و واجبات دینیت باش. اول زیارت آقا علی ابن موسی رضا خیلی ثواب داره، اما اگر استطاعت مالی داشته باشی اول بود بری مکه، جایز نیست بری مکه، فریضه حج تو انجام بریم. در میان مسجد الحرامی که به طور قطع و یقین در دوری سال چندین مرتبه امام عصر دور او خانه میچرخد و رو زمین قدم میزنه، به جان امام زمان خدای وسائلشو برای هممون تو فراهم کن. فرائض اول انجام بده بعد نوافل مستحبات رو. یک دوم علی جان وقتی دیدی مردم سرگرم به کارهای دنیایشونن تو به فکر آخرت کن. علی جان مطلب سوم وقتی دیدی مردم سرگرمن به عیب هم دیگه تو به فکر اصلاح عیوب خودت با. یکی از علمای بزرگ شیعه مرحوم آیت الله العظما آقای آمیز محمد حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگه، ایشون پایتخت علم سامرا بود، حوزه‌ای تشکیل داد اوضاعی و بعد خیلی مهم، صاحب تحریم تنباکو. یه وقتی یه خارجی اروپایی ارمنی آمده بود در ایران، یه پیمان انحصار توتون بسته بود و تنباکو که فقط مال من باشه، به قرارشون قبضه کردن بود. جهتی دارد که جهت شد نمیخوام بگم و نمیتونم بگم. تاریخ نوشته خبر رسید به گوش این مرجع تقلید آقای آمیزای شیرازی میرزای بزرگ، ایشون فتوا داد به تحریم تنباکو که کسی نکشد. 15 میلیون دلار در اون وقت یه حق و حساب داده بود به یه جایی که در تاریخ ثبت و ضبطه برای گرفتن این انحصارش. میرزای شیرازی کشیدن تنباکو رو حرام کرد. شاهدم سر این بود که میرزا بهتون میگم کی بود. میرزای شیرازی در سامرا بود. 4 نفر از تجار مهم شیراز یه مقدار زیادی پول از خودشون و یه مقداری هم از مردم گرفته بودن که بیان عراق اعتاب مقدسه عراق را تعمیر کنند و بسازند. کربلا، نجف، کاظمین، سامرا. اتفاقا اینا آمدن سامرا محضر مقدس میرزا اول شربیان بودن خدمتیشون، گفتن آما پول زیادی آوردیم برای تعمیر، لکن ما خودمون آزمیم اول بریم مکه حجمون انجام بدیم برگردیم بیم عراق، یه چند ماهی هم اینجا بایستیم عمله و بناب و کارگر بگیریم و تعمیر. یه خواهش فقط از شما داریم و اون خواهشمون اینه. میرزای شیرازی گفت خب تاجر حالا چی میگید؟ گفتن آقا یکی رو ما معرفی کن، ما این پولا رو بهش بسپاریم بریم مکه برگردیم بدلش بگیریم. اون وقتا بانگ نبود، تو بانگ بگذارن. میرزای شیرازی فرمود والله من مردم رو که نمیشستم جانم، فقط این حاج جعفری داریم ما به نام حاج جعفر امین، این صندوقدار و منشی خود ما، خیلی آدم درست معتبریه، دلتون میخواد بدید به او، وقتی برگشتید بهتون میده. رفتن منزل حاج جعفر بدن، اونم قبول کرد و اینها. آیونم رفتن مکه، اعمال حج رو انجام دادن برمیگشتن، فصل بازگشت حجاج بود، حاج جعفر امین مریض شد مرد. آیان آمدن عراق، آمدن محضر مقدس میرزای شیرازی که آقا پولام شما گفتی بو بده. آقا دستور داد دفترش آوردند و اسم 3 تا از تاجراتش بود، نوشته بود فلان صفحه این مبلغ فلانی به من داده، فلان جا در زمین دفن کردم. او یکی دیگه همینجور، او یکی همینجور، این 3 جا رفتن برداشتن. تاجر چارمیه که پولش بیشتر از همه بود، نه اسمش تو دفتر بود نه پولش بود. فرستادن دنبال پسراش اومد. میرزای شیرازی فرمود پدر شما راجع به پول این بنده خدا به شما وصیتی نکرده؟ گفتن زنشو خواستن، به شما هیچی نگفتن. یعنی چی؟
حاج جعفر ما خیلی آدم درست پاک قرصی بود و خیلی آدم با احتیاطی. چطور شده اینه هیچ یاد داشته گندم پولم نیست؟ آقای تاجر میشه همش بگذری؟ گفت ابدا، خیلی پول بوده، هم مال مردم هم مال خودم. چه حرفی؟ چرا بگذرم؟ آقای میرزای شیرازی فرمود شما یک کار کن، ما دو تا بهشت داریم و دو تا جهنم. اینو میدونی؟ دو تا بهشت داریم و دو تا جهنم. یک بهشت قبل از حساب قیامت، یک بهشت بعد از حساب قیامت. یک جهنم قبل از حساب قیامت، یک جهنم بعد از حساب قیامت. بهشت قبل از حساب قیامت جسم و روح در اونجا نیست، فقط روح در اونجا متنعم است. اما بهشت بعد از حساب قیامت همین جسم و روح در اونجا متنعم است. جهنم قبل از حساب قیامت روح فقط معذب است، اما جهنم بعد از حساب قیامت جسم و روح توأمان. بهشت قبل از حساب کجاست؟ وادی السلام امیر المؤمنین. روایات خیلی در این باب داریم زیاد. ارواح مؤمنین و مؤمنات تا از تو قالب تن در اومد میره کنار قبر امیر المؤمنین، جاش اونجاست تا قیام قیامت. بدنش هم میبرن تو قبر، خاک میشه، تموم میشه، میره. اما قیامت که میشه باز دوباره هیکلت درست میکنن، همون روح تو جا میدن میاد بیرون، وارد صحرای محشر بهشتی ها به جهنمی ها جهنم. جهنم قبل از حساب قیامت کجاست؟ وادی برهوت در یمن. اونم روایات خیلی داره، مرحوم مجلسی همه جو در بهار نقل کرده. و بهشت بعد از حساب قیامت آدرسش کجاست؟ نمیدون. جهنم بعد از حساب قیامت جاش کجاست؟ اونم نمیدونم. نگفتن ما نمیدونیم، نمیتونیم ببافیم بگیم که هرچی گفتن میگیم، آدرس نمیدونم. آقای میرزای شیرازی فرمود آی تاجر اگه ازش میگذری بگذر، اگه نمیگذری چون حاج جعفر ما از مؤمنینه، حتما این حاج جعفر ما روحش کنار قبر امیر المؤمنین وادی السلام. شما یک کار حرکت میکنی میری نجف، شب جمعه که میشه اول طلوع فجر میری تو وادی السلام، عالم مکاشفه یه عالمیستا. خیلی ها الان هم لابره ما زندگی میکنند و مکاشفاتی دارند، حتی در همین مشهد یه افرادی هستن که اینا آشنایی به عالم مکاشفه دارن، یه گوشه کنارا تحفه ها میدن و ما از غافل عقبی راخوله. فرمود شما میری در وادی السلام اول اذان صبح که میشه فلان آیه را میخونی، هر آیه ای از آیات قرآن یه اثری داره عجیب. مثلا یه وقتی شما یکی گم کردی، میری سراغ رمال جمال و این بازیگرا و حقوقبازا نمیخواد بری، امام صادق میگه هر چی بخوای تو قرآن هست، از صبحی تا پسین مرتب این آیه رو بخون چند دفعه. و انه علی رجعه لقادر. عروض شام نمیشه گم شده پیدا. اول اثر عجیبی است در این آیه است. دیگه شما با یکی رفیق جونجونی هستی، یک کار فوری هم برات پیش آمد کرده، این فلانی از تهران، از اصفهان، از شیراز الان رسیده، شما هم اخلاقا به هم برخورد بکنین، احوال همو نپرسین و کجا بودی و چطور بودی و نیم ساعت معطل نشین، بده کارم داری. حالا میخوای این بیاد رد چه تو رو نبینه؟ قرآن دواشو داره، میگه این آیه رو بخون. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. همینوری که یارو داره میاد شما این آیه رو بخون طرفش بدم، این میاد از شونتم رد میشه، اصلا توجه به تو پیدا نمیکنه. این آیه برای بده کارا خیلی خوب جان شما. تا از دور طلبگاره رو میبینی یه برگش رو شک زده ها، از بانک داره با اوقات تلخ میاد شروع کن. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. بدن طرف یارو میاد از تعلق رد بشنه. اولاد نداری؟ نسخه 800 تومن، 1000 تومن، 2000 تومن میشه دکترا این بر اون بر بر اولاد. هی میگه نطفه ضعیفه، نمیدونم چی 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 دو شده از این حرفا. امام صادق علیه السلام میگه اگه نقصی از نظر بدن و خلقت نداشته باشی، روی مجرای طبیعی باشه برنامه، ولی اولاددار نشده باشی روی جهاتی و علالی، خب این راهش اینه. یک دونه آیه از آیات قرآن روی دو تا نگین انگشتر فیروزه میدی بکنن، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. یک انگشترش رو خود دستت میکن، یه انگشترم زنه، همون سال خدا اولاد بهتون میده. شاید رو هزار تاش من خودم امتحان کردم و دادم. آقا همه چی تو قرآن میگم کجا داریم میریم؟ همه چی هم از قرآن و اهل بیت جدا نشیم. آقا
مقصود سر این کلمه بود. مرحوم میرزای شیرازی فرمود شما حرکت میکنی میری نجف، شب جمعه اول طلوع فجر میری وادی السلام، این آیه که بهت میگم میخونی، وقتی خوندی حجم و پرده ها میره بالا، عالم مکاشفه میشه برات، بگو حاج جعفر، حاج جعفر، حاج جعفر، جوابت میده یکی، بگو کجا گذاشتی این پول ما رو، بهت میگه این بنده خدا تاجر شیرازیه، میگه پاشدم رفتم نجف، شب جمعه شد، اول طلوع فجر شد، وادی السلام آقا امیرالمؤمنین رفته، او آیرم خوندم، هر چی صدا دادم حاج جعفر دم کسی جواب نداد. خبر برگشتم آمدم از نجف کاظمین، رفتم سامرزا. میرزای شیرازی فرمود چیکار کردی؟ گفتم آقا خبری نشد. تا گفتم خبری نشد اشک سید اومد پایین. گفتم آقا چیه؟ فرمودی حاج جعفر ما رو پس کجاش بردن؟ چون ما دو جا بیشتر نداریم، یا وادی السلام یا وادی برهود، اگه بهشت اینجا نیست جهنم اونجا. با حاج جعفر ما زمینه کارش جهنمی نبود. به حق امام زمان خدای عاقبت ها اونو خطر بخیر. بسم الله. آقای تاجر ولش میکنی؟ گفت ابدا. گفتن خب پس باید بری یمن نزدیک صنعا وادی برهود. گفت میرم. یا آقا طلبه ایرم به خرج میرزای شیرازی همراش کردن. فرمود ای آیه دیگر رو یادت میدم، میری در اونجا میکنی، یا اینجاست یا اونجا. ای بنده خدا رفت اونجا با یه مکافاتی، تا رسید صنعا و وادی برهوت و طلبه میگه، میگه من که همراه تاجره بودم، یه وقت دیدم که اون آیه رو خوند، یه وقت خیره خیره دیدم به یه نقطه معینی نگاه کرد و یه حالت وحشت زده و بهت گیره افتاد رو زمین. تاجره رو حالش آوردم، بلا کل گریه کرد. گفتم چیه؟ گفت به خدا قسم تا عراق نرم، سامر را نرم، محضر مقدس میرزای شیرازی نرم، جریان رو نمیگم. آوردی به شما اونجا با محضر میرزا و آقا فرمود چیکار کردی؟ گفت آقا پیدا شد. فرمود حاج جعفر رو. گفت حاج جعفر رو. گفت چطور؟ گفت همون آیه که تلقینم فرمودید خوندم، یه وقتم حجوب و پرده ها رفت بالا، یک بیابان آتش. آیه مردم به این امام رضا قسم دروغ نیست، به این پسر فاطمه قسم راسته. مردم فکری بردارید، اینقدر گناه نکن. به جان زهرای قرآن قسم کت بسته یه دفعه گیر میفتینا، را پس و پیش ندارید. حتی خدای دادرس دست از دادرسیش برمیداره، میگه بهت گفتن چه کن، چه رو نکردی. یک بیابان آتش، شعله های آتش میره بانه. گفت یک دفعه من حاجبان شدم، صدا دادم حاج جعفر، یه وقتم یه تنوره آتشی بود میرفت بالا میومد پایین، یه وقتم از توی این تنوره آتش یک کسی سرش آورد بیرون، یک صورت بد ترکیب و بد قیافه عجیب غریبی. گفت چی میگی؟ گفتم که پول منو کجا گذاشتی؟ گفت فلان جا دفن کردم، یادم رفت تو دفتر بنویسم. برو بردار. این بنده خدا مثل که نمیخواست بره تو تنوره آتش، اما مثل که یک کسی میکشیدش. همین که خواست برگرده تو تنوره آتش، یک وقت داد زد، گفت آی تاجر شیرازی، به آقای میرزای شیرازی بگو امان از دست اون زن و مرد قصاب. و رفتو من دیگه حالم از دست رفت، حالش آوردن. خب اومدیم اینجا، آقای میرزا فرمود اولا بل اونجا که نشونی داده زمین رو بشکافید. رفتن زمین رو شکافتن، دم پولا درست تمام. بنده خدا یادش رفت تو دفتر، پس مطلب درست. بری سراغ بچه هاش، بچه های آج جعفر رو میرزای شیرازی مرجعیه. گفت آجان. گفت بلا. گفتن ببر ما ببینیم بابای شما قوم و خویش قصابی داشته؟ نه. رفیق قصابی داشته؟ نه. همسایه قصابی دارید؟ گفت بله. گفت ممکنه شما یه کار بکنید، برید در خانه یه همسایه قصابتون بگید میرزای شیرازی میخواد 10 دقیقه بیاد خونه شما. میرزای شیرازی که ملک عراق، پادشاه عراق، آمد زانوشو بوسید اعتناش نکرد، حالا میخواد بیاد خونه آدم قصاب. چیه قصه نمیدونم. رفتن به قصابه خبر دادن این دیگه میخواد از خوشحالی بمیره. میرزا خونه من دوید بیچاره آب پاشی جارو یه چیزی تهیه دید مسائلی رو که آقاتش میارن آتش ورد در خونه ایست. آقا بفرمایید تو. گفت تو خونه نمیام. عرب آدم در خونش وایسته بگه مهمونتم تا تو خونه نمیذارم تا کارمو درست کنی. گفت آقا ار امری داری بکن، خجالتم نده، شرمندم نکن. شما مرجع تقلیدی، من یک کاسب جز قصابم، در خانه من عرب بیستی جلو چشم مردم زشته. گفت یه کار بهت دارم، تا انجام ندی نمیام. تو گفت آقا بگو هر جا انجام. فرمود کارم اینه، یه سال اول ازت دارم،
ببینم شما با یه حاج جعفر امین میرزا و منشی ما هیچ سوابقی هم داشتید تا اینو میرزا گفت این بنده خدا مثل سپند رو آتش شد. یه دفعه اوقاتش تخت سرش بلند کرد طرف آسمان گفت خدا به حق امام است آنن بعد آن عذابشو سیاه و با دست ما به دامنت عزیزم جانم اومدین ما اگه نگاریم هر چیزی هم هست از میون برده و قصه چیه مرده بیچاره گرفتاره ولش کن چیه؟ گفت آقا هر کار دیگه داری رو چش آقا جعبه رو بده کنم آقا چی ها یه دسته؟ مگه چه کرده ای بدبخت بیچاره؟ صدا داد آقای میرزا اصرار نکن گفت من اومدم به تو امر میکنم میگم بگو مرجعتم حکم میکنم شرعم باید بگی گفت چه؟ موشه باده امشه گفت آقای میرزای شیرازی من یه طرفی داشتم موسه من قصاب یه بنده خدا 100 تا 150 تا 200 تا گوسفند و بز میخرید واسه ما میفرستاد من اینجا میکشتم میفروختم نفسشو میخوردم پول اصلشم میفرستادم برا طرف ما گاهی او بنده خدا سالی 18 رو من سامر را خونه ما بازن و بچهش گاهی هم من سالی 18 رو بازن و بچه میرفتم خود طرف معامله دیگه رفیق یه سال از سالها ایشون آمدن منزل ما 18 روزی موندن شب آخر که خواستن برن مردش به من گفت فلانی گفتم بله گفت ما رفیقیم چند ساله با هم چقدر خوبه ما قوم و خویش بشیم گفتم چطور گفت ما این پسرمون بزرگه شما هم یه دختر داری با هم وصلت گفتم خب میدونی اینجور که نمیشه باید خودمش مطالعه کنم من میمیسم براتون چش اینا فردا صبح رفتن ما هم با زنامون مشورت کردیم حرفامونو زدیم استخارمونم گرفتیم خیلی خوب بعد نامه براش نوشتم فلانی 150 تا گوسفند 50 تا بز برا ما بخر بفرست آخر کاغذم نوشتم راجع به اون موضوع ازدواج و اینا ما تصمیممونو گرفتیم از طرف ما آمادگی اعلان استخاره ما هم خوب اومده اگه شما آمادگی دارید بسمون نامه را جواب کاغذ 150 تا گوسفند 50 تا بز راجع به ازدواج هیچی ننوشته ما هم به رو خودمون نیو چند برای خرید و فروش و یه عرفا و خبری نشد فصل شد اومدن باز خونه ما عوشته عروض اینا هیچی نگفتن ما هیچی نگفتیم رفتن سال بعد سال بعد سال بعد 4-5 سال گذشت یه سال من حوصله‌ام سر رفت به رفیقمون گفتم فلانی بنا بود یه ازدواجی بکنیم ما چه شد؟ گفت ما منصرفی گفتم چرا؟ گفت دیگه گفتم نه ببر گفت یه جای دیگه نامزد کردیم برای بچه‌مون گفتم برای چی؟ گفت میدونی برای چی؟ ما با تو معامله داشتیم سالی هم چند رو خونه هم دیگه بودیم اما میخوام وصلت کنم بود مطالعه روش خیلی بکنم لذا ما خواستیم تحقیقاتی بیشتری کرده باشیم راجع به شما یک سفر بدونی که خونه تو بیام و تو بفهمی یا باشه که از موسل اومدم سامر را یه تحقیقات محلی رو وضع خانوادگیتون بکنم گفتم از کی بپرسم که جان حرف و صاف به من بگه دروغ نگه گفتم در سامر را معروف حاج جعفر میرزای شیراز امونشیه او رفتیم سراغ حاج جعفر گفتم آقای حاج جعفر شما که در همسایگی قصابه قرار گرفتید اینا از نظر خانوادگی چه دو آدمی هست گفت برای چی گفتم دخترشو من میخوام بگیرم برای پسر گفت تا اینو بهش گفتم حاج جعفر یه فکر کرد نمیدونم دو جوره یک وقت واقعا آدم نمیدونه مسئول نیست اما یه وقت با نمیدونم یه جوری میخواد مولا ماس بگذاره استخون لا گوش بگذاره نمیدونم حالا چرا اینجوری گفت نمیدونم حاج جعفر امینم که بگه نمیدونم با این زهد و قدس و تقوایی که او معروفه بهش مردم میگن ببین اینا چقدر خرابکارن که این بنده خدا چون میخواد غیبت نکنه با یک کلمه نمیدونم میخواد دست به سرمون کنه او چیزا میخونه ادی نمیدونم ما دیگه گفتیم لابد اینا خیلی بدن حاج جعفر گفت نمیدونم دیگه ما هم برگشتیم رفتیم موسل بزنمون گفتیم ولشون ما هم برون نیوریم داره اصحار کردی یه جای دیگه نام زدیم آقای میرزای شیرازی این یک کلمه نمیدونم حاج جعفر سبب شد که اونا با ما ازدواج نکنن و این دختر چند سال تو خانه موند دیگه کسی سراغ دختر ما نیا یه وقت میبینید یه کلمه نمیدونم تو زندگی با سرنوشت زندگی یک انسان بازی میکنه این مونده تو هر کسی هم بچهشو دوست داره منم اینقدر سر نمازم قصاب هستم اما آدم متدینیم اهل دینم سر نمازم وقتای روزم وقت سحرم وقت افطارم وقت رفتنم تو حرم امام عسکری تا میتونم با حاج جعفر نفرین میکنم کار دیگه هم اما با سرنوشت دخترم با یه کلمه نمیدونم بازی کرده حالا چرا گفته نمیدونم برای که حاج جعفر میخواسته این دختر رو بگیره برای پسر خودش خواست ذهن ما رو خراب کنه ما بریم کنار خودش بگیره اتفاقا وقتی برای پسرش هم خواست بگیره پسرش بازی در آورد گفت اینو نمیخوام نتیجتا دختر ما تو خانه موند میرزای شیرازی فرمود
آی تاجر شیرازی، شما که رفتی برهوت صحنه رو دیدی، دختر یه قصابم یه چند سالی حالا بزرگ شده، شما آدم مسنی هستی، بیا برای خاطر خدا این دختره رو عقد کنی برای تو. گمانه را امان از این پیره مرزا زنها پیره مرزا یه جونی زن پیره زنها شده های گسمه آقا دختره رو عقد کردن دادن بهش، ازدواج کردن، میرزام رفت خونه چایی مثلا فرد کنید کرچین یه کرچیزی کرد تو صفرش و خوشحال اومد بیرون و شعالم سر این کلمه است همون شد مرحوم میرزای شیرازی خواب رفت حاج جعفر امین رو در عالم رؤیا دید، فرمود حاج جعفر جون حال چطوره؟ دست آقا رو بوسید گفت آه جان شما امروز منو آزاد کرد. اینقدر اعمال اثر داره برای اونجا آی زبونای آزاد، یک کلمه نمیدونم بیجا اینجور کار دست آدم میده. ببینید حالا این حرفایی که میزنیم دیگه چه به سر ما میاره از اول مرگ تا خدا خدا دیگه نمید. هر چی سر زبون اومد گفتی، هر نسبتی تو دهنت در اومد دادی، ها به چه مجبز شرعی، به چه میزان شرعی، رو چه اصولی، رو چه قاعده ای؟ پیغمبر میگد علی جان وقتی دیدی مردم سرگرم به عیب هم دیگه هستن آدم زرنگ و عاقلی باش، به فکر اصلاح عیوب خودت باش. چه کار داری میکنی؟ برید بکسبید به قبر علیت مسردا، توبه کنید از گذشته، برید بکسبید به صاحب قبر مطهر آقا سامن روح جل، موفقیت بخواهید به وسیله او از خدا، معنویت بخواهید، حقیقت بخواهید، راه ارتباط باطنی بخواهید. چرا نشستید نگاه میکنید؟ چرا این نشستید دور هم دیگه چرت و پرت میکنید؟ چرا وقت تلف میکنید؟ چرا نمیدونید کجایید؟ آیه مردم به خدا قسم بعضی ها هستن یک شهرهای دور افتاده ای افتادن، تا آدم نام امام رضا رو میبره یه قلبش میخواد بپکه، میگه خدا میشه یه وقتی ما یه دفعه حرم امام رضا ببینیم؟ و شما تو حرمشید و حواستون جمع نیست. من یادم نمیره همین امسال قریب شاد 30-40 شب پیش بود، یه 10 شبی وعده کرده بودم افغانستان، شهر کابل و شهر مزار شریف و قندهار و شهر عراق، در اونجا منبر میرم. جمعیتی بعدی از رفقای افغانی هستن، جمعیت عجیب، حسینیه ها بزرگ و جابلس مفسر. خدا میدونه یه روز من که توجه نداشتم، چه خیلی عادی بالا منبر یک توسلی به علی ابن موسی پیدا کردم. یه وقت می بندگان خدا مثل یه سراشون رو به این در و دیوار می دارند، از کثرت علاقه به علی ابن موسی و از قد و بالاش داره می بارد که خدا آیا میشه منم بیام اونجا؟ به قدری دلم سو، اینقدر عاشق، اینقدر علاقه من و اینقدر دست کوتاه و من بیچاره کنار دریا تشنه نشستم. پیغمبر اکرم نشسته بود تو مسجد، یک وقت در یه پیرمردی افسار یه شطوری رو گرفته اومد تو، داد میزنه صدا زد یا رسول الله، یه جوونی هم پشت سرش، اگر داد منو علی جوون نگیری این جوون میخواد حد منو پامال کنی. حضرت همون قصه چیه؟ پیرمرد محاسن سفی گفت یا رسول الله این شطور با 10 شطور دیگه مال منه، 2 ساله این پسر این شطور رو دزدیده، الان تو بازار مدینه پیدا کردم شطورم، افسار چی گرفتم بهم نمیده، دزدیده. گفت پیغمبر فرمود جوان به جلوی نم آمد جلو، فرمود جوان شما این شطور رو دزدیدی؟ گفت نه یا رسول الله من دزد. فرمود پس این شطور کجا بود؟ گفت آقا این شطور با 300 شطور دیگه ارث بابا به من رسیده. این میگه 2 سال پیش بی خود میگه 7-8 سال این شطور مال من. که از ایسو آمد حضرت فرمود پیرمرد چی میگی تو؟ گفت آقا بنده میگم دزدیده. فرمود شما شاهد داری؟ گفت بله. رب از در مسجد بیرون 5-6 نفری پیرمردای با حاصل زوید آورد، اینا شهادت دادن که این شطور با 10 شطور دیگه مال این پیرمرد است و 2 سال گم شده بوده، این جوان دزدیده حالا دستشه. حضرت فرمود جوان در برنامه های اسلامی ما قانون اینه اگر کسی ثابت بشه دزدی کرده ما باید دفعه اولش هم بشه انگشته دست راست شو ببریم. تا پیغمبر فرمود قاعده ما اینه و برنامه ما اینه، این پسر منقلب شد، سرشو بلند کرد طرف آسمان، گفت خدایا بر تو که پوشیده نیست، اگه بر پیغمبرت هم پوشیده است من دوست نیستم. یک وقت جبرئیل نازل شد، صدا زد یا رسول الله بفرمایید خود شطور رو بیارن جلو، از شطور بپرسید تو مال کی هست. ناقه رو آوردن جلو، پیغمبر فرمود ای ناقه صاحبت کیه؟ گفت یا رسول الله من با 300 شطور دیگه مال این جوانم ارث بابا بهش رسیدم، این پیرمرد و شاهداش دروغ. پیغمبر انگشتش گاز گرفت و دندوناش، صدا زد آی پیرمرد موی سر و صورت سفید شده، چرا اینجور میکنی؟
چرا نسبت دزدی به یک جوان میگی؟ چرا به یک جوان میگی دوست؟ ها؟ برای شطور؟ تو دین نداری، تو اسلام نداری، تو ایمان نداری. حالا توی احمقی کار کردی آی پنجشیشت و پیرمردا، شما چرا همچی کردی؟ این شطوره رو میخواد بخوره، تو جهنمیشو میری و شهادت به ناحق میدی. پیغمبر اکرم فرمود بیچاره اون آدمی که دینش رو دنیاش بگذارد، و بیچاره تر از این آدم اون آدمی که دینش رو دنیا یکی دیگه بگذارد. او میخواد ریاست کنه، او میخواد پول گیرش بیاد، او میخواد گیر کنه این جهنم بره. قربان این امام زمان بشم با این اسمش، با این علاقه من داشت، با این عاشقاش، با این دلباختهاش، با این نوکراش. خدایا به آبروی حجت ابن الحسن عطش ما رو به امام زمان زیاد.